صفر مقابل از صد قطر در رده دوم جدول قرار گرفت و تراکتور سازی 2-0 مغلوب الاتحاد شد. امروز هم فولاد ایران با جیش قطر و شباب عربستان با استقلال ایران روبرو شوند. در دیدار پایانی 15 دوره رقابت های والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا امروز تیم متین ورامین نماینده ایران به مساف اریان قطر می رود. دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان پس از ورود به جوهانسبورگ از امروز آغاز می شود. ملی پوشان 23 روز در اردوی آفریقای جنوبی به تمرین می پردازند. جوکوویچ، فرر و ویلفرد سونگا با برتری مقابل حریفان به دور سوم مسابقات تنیس 1000 امتیازی مونته‌کارلو راه یافتند. در ادامه هفته 34 فوتبال لیگ برتر انگلیس دیشب آرسنال استام رو شکست داد و به رده چهارم جدول صعود کرد. در نخستین بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی آلمان دیشب دورتموند با 2 گل مقابل وولفسبورگ به برتری رسید و به دیدار نهایی راه یافت. امشب هم بایر مونیخ به مسافه کایزرسلاترن می رود. رقابت های جام حذفی اسپانیا ساعت 24 امشب با برگزاری 260 سنتی ال کلاسیکو بین دو تیم بارسا و رئال در ورزشگاه مستایای شهر والنسیا به پایان میرسد. و در ادامه رقابت‌های بسکتبال NBA امروز تیم‌های نیویورک نیکس و کلیپرز حریفان خود را شکست دادند.